به خداوند بخشند و مهربان با با تقدیم سلام به یکی از دیگر از های چینل جنرال بلاس خوش آمدید امریکا بشیر نوروزی بزرگترین قاچاق مواد مخدر افغانستان و حامی مالی طالبان را آزاد می کند خبرگزاری افق دولت امریکا در نظر دارد تا محمد بشیر نوروزی حامی بزرگ مالی طالبان و بزرگترین قاچاق مواد مخدر افغانستان را که در سال 2005 به حبس ابد محکوم شد از زندان در نیویورک آزاد کند نشر تایمز در گزارش از قول مقام های امریکایی نگاشته است که ملابرادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر در تماس تلفنی با جوبلا با وزیر خارجه آلات متحده امریکا از او خواسته است که بشیر نوروزی را آزاد کند در این گزارش آمده است که حکومت ترامپ اکنون برای اجرای بهتر توافق 29 فوری با طالبان درخواست این گروه برای آزادی نوروزی و متباقی زندانیان طالبان در گوانتانامو را به مورد بررسی قرار داده است یک مقام ارشد امریکایی و یک مقام عربی به این نشریه گفته است که این درخواست طالبان با حمایت ظلمه خلیلزاد نمایندی ویژه ایالات متحده امریکا در امور صلح افغانستان روبرو شده و توصیه کرده که این قاچاقبر بزرگ مواد مخدر آزاد شود بشیر نوروزی در سال 2005 برای توافق و صلح میان امریکا و طالبان از دوبای به نیویورک سفر کرد و با مقام های اداره مبارزه با مواد مخدر امریکا دیدار کرد این مقام ها او را به دلیل فعالیت در قاچاق هیروین بازداشت کردند و سپس دادگاه در نیویورک او را به حبس ابد محکوم کرد نشریه تایمز نوشته است آزادی نوروزی به این معناست که امریکا یک بازی حرفه دیگر را وارد تجارت مواد مخدر خواهد کرد افغانستان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان است و به گفته مقام های غربی درآمد حاصل از آنها در نهایت به جیب طالبان می ریزد سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر هم تایید کرده که ملابرادر در تماس با مایک و خواهان رهایی بشیر نوروزی شده است در گزارش آمده که یک مقام امریکایی که در بازداشت بشیر نوروزی نقش داشته نیز در واکنش به های او از مقامش کنار رفته است از سوی هم این نشریه نوشته که در سال 2018 یکی از قاچاقبران بزرگ مواد مخدر به نام حاجی جمع خان به پیشنهاد ظلمه خلیزاد از بند رها شده است حکومت افغانستان تا اکنون درباره رهایی قاچاقبران مواد مخدر و درخواست طالبان چیزی نگفته است وحید عمر آتشبس بحث اصلی در مذاکرات با طالبان است وحید عمر مشاور ارشد رئیس جمهور میگوید که آتشبس و مکانیزم نظارتی آن از موضوعات اصلی مورد بحث در مذاکرات مستقیم با طالبان است آقای عمر پنجشنبه بیست سی در کنفرانس ملی جوانان در کابل گفت که گروه طالبان همواره از خشونت به عنوان امتیازگیری و باجگیری در گفتگوهای صلح استفاده کردند او افزوده که در صورتی که طالبان در جریان مذاکرات در شهرهای افغانستان دست به انفجار و انتحار بزنند برای حکومت افغانستان قابل قبول نخواهد بود مشاور رئیس جمهور گفت که دلیل تاخیر مذاکرات مستقیم تا اکنون این بوده است که طالبان نه قدرت استدلال برای مذاکره و نه هم سرمایه علمی فرهنگی و سیاسی را دارند و بزرگترین شخصت های طالبان نمی با حیط مذاکره کننده سل در موارد علمی بحث کنند. با گفته او طالبان از نقطه نظر ایمال خوشنات داشتن حامیان و پرانکه ها در منطقه و کشورهای همسایه و, و منابع مالی برای تمویل ایمال خوشنات آمیز از جمله مواد مخدر قوت دارند اما نمی در میز مذاکره استدلال کنند. این مقام ارشد حکومتی تاکید کرد که تیم مذاکره کننده حکومت حاضر است تا در خصوص مسائل دینی، قانونی، حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی با این گروه مذاکره کند. وحید عمر گفت که تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان بر اساس اجماع سیاسی شکل گرفته و توانایی لازم را برای پیش صلح سلم دارد. قرار است مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و گروه طالبان در روزهای آینده در پای پایتخت قطر آغاز شود. بزرگترین چالش در برابر آغاز این مذاکرات رهایی زندانیان طالبان بود که حل شده برای رئیس فرمان رهایی 400 زندانی خطرناک این گروه را صادر کرده است قرار است این زندانیان امروز یا فردا آزاد شوند شورای امنیت ملی گفته است که این زندانیان به دلیل مسائل امنیتی دور از چشم رسانه ها و خبرنگاران آزاد خواهند شد تاکید وزارت صحت آمد بر رعایت دستورات صحی در ایام محرم خطر هنوز پاور جاست سرپرست وزارت صحت آمه می گوید با آنکه شمار مبتلایان کرونا به گونه چشمگیری کاهش یافته اما هنوز خطر این بیماری پاور جاست و ای در عین حال از مردم خواست که در ماه محرم از گرد همویی های بزرگ خودداری کنند احمد جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت آمد پنجشنبه 23 اسد در یک نشست خبری از مردم خواست در ازاداری مای محرم برای جلوگیری از گسترش ویروس و کرونا توسعه های این نهاد را جدی جد بگیرند و افزود که کمیته ملی دی مبارزه با کرونا نیز رهنمودها برای ازاداران در مای محرم تهیه کرده که به زودی با آنها شریک ساخته شود سرپرست وزارت صحت اعلام کرد که شمار بیماران شفا یافته از کووید 19 در کشور به حدود 72 درصد رسیده و میزان موارد مثبت در نمونه های آزمایش شده از حد اکثر 70 درصد به 15 درصد کاهش یافته اما هنوز هم باید کرونا را جدی گرفت درست پیش جلسه میان اعضای شورای علما اهل تشیع و ماونیت دوم ریاست جمهوری افغانستان برگزار شده بود که در آن از آمادگی ها برای برگزاری مراسم ده محرم در وضعیت گسترش ویروس و کرونا خبر داده شد در این نشست بر رعایت اصول بهداشتی و ضد فونی شدن اماکن عزاداری قبل از و بعد از برگزاری مراسم تاکید شد و قرار بر آن شد که تمام لوازم و تجهیزات مورد نیاز بهداشتی برای مساجد و تکیه ها فراهم شود همزمان گشایش مکتب و دانشگاه ها نیز نگرانی از گسترش و کرونا را به میان آورده است مقام های وزارت معارف گویند در صورتی که دانش آموزان پس از شروع مکاتب به ویروس کرونا مبتلا شود این وزارت در تصمیم خود برای گشایش مکاتب تشدید نظر می کند با گفته رنگینه حمیدی سرپرست وزارت معارف اگر در صورت صحی در مکاتب رعایت شود دانش آموزان به ویروس کرونا مبتلا نخواهد شد وای بر لزوم پوشیدن ماسک توسط دانش آموزان تاکید کرد و افزود که اگر شرایط در نظر گرفته شود دانش آموزان به ویروس کرونا مبتلا نخواهند شد. ارگ ریاست حمله بر زندانیان آزادی طالبان را به خوان. سخنگوی ارگ ریاست جمهوری دای طالبان مبنی بر احتمال حمله داعش بر زندانیان رها شده طالبان را به اساس خواند. سیدق سیدقی سخنگوی ریاست جمهوری پنجشنبه 23 صد در یک پیام تیویتری نوشت که حکومت افغانستان از قبل برای تامین امیت زندانیان باقی مونده طالبان اقدامات را روی دست گرفته است زبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان روز گذشته در اعلامه ادعا کرده بود که گروه داعش در همکاری با اداره کابل قصد حمله بر معتر حامل زندانیان آزاد شده طالبان را دارد سپاس که تایدم با ما بوده تا ویدیوی دیگر بدرود